اینجا روستای گرازان در مربوطات ولسوالی واشیر ولایت هلمند است که از بحر نبود آب نزدیک به 300 خانواده ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. اعضای یگانه خانواده که در این روستا باقی مانده میگویند که برای زنده ماندن و به دست آوردن آب مورد نیاز ناگزیر هستند تا ساعت ها راه را بپیمایند. موږ د کورنۍ یو غړی مکمل دغه ته درولی دی، یو دوه به دغه ته اڅولی دي چې د ورځې ایا دي پر بودګانو باندې یا پر مشتکلانو باندې یا پر بسکلانو باندې خلک د کور دپاره د چشنګ اوبه راوړي. تنها روستای گرازان ولسوالی واشیر با کمبود آب روبرو نیست. ساکنان روستاهای دیگر این ولسوالی نیز با این چالش دست و پنجه نرم میکنند. اسماء 3 ساله باشنده قریه فولاد ولسوالی واشیر هلمند با خواهرش برای تهیه آب مورد نیاز 2 ساعت پیاده روی میکند. نو کې چې غټان جګه په کارو مصروف دي او دا کوچنیان چې دي، نو موږ هر یو په کور کې اوبه نه لرو. دوباره مو دغه یو کوچنی ودغه ته درولی دی چې مانا د برمې څخه اوبه راوړي. شمار دیگر از باشندگان ولسوالی واشیر نیز میگویند که اگر آب آشامیدنی برای آنان فراهم نشود، ساکنان این ولسوالی نیز مجبور به ترک خانه و روستاهایشان خواهند شد. اوبه ډیر سخت ځپلی یو، دا خلک مو د اوبو د نیستۍ څخه و هجرت ټوله د واشیر عمومي ولسوالي خلق و هجرت ولاړ دي. ځکه اوبه د خټو د لمر نه لرو چې وس خټو وکړو، دا یو ځاګړی ګل کو دغه اوبه موږ نه لرو. برمې مو وچې سوې سانان وسوه یار د لاسانان اوس برمې سوې برمې اوبه نه لرو. مسئولان محلی هلمند نیز چالش باشندگان ولسوالی واشیر را تایید میکنند، اما میگویند که برای حل این چالش حکومت مرکزی را در جریان گذاشتند. به گفته این مسئولان در سال آینده چندین پروژه شبکه آبرسانی در این ولسوالی عملی خواهد شد. حیاتا انجنران راغلی دی و غارو چې د گلبیت پسیمی که غارو دی چه مشتا دو با بند جور که او مجرم مشتا را پجریان که دو ولایت سرم پجریان که غارو چه دو با بند تا جور که د هلمند ټولې ولسوالۍ ډېر ضرورت لري او د اوبو شبکو ته چې اوبه ډېرې کښته سوي دي په هغه اخري درجه کې دي، نو موږ پلان لرو چې موسسات کمک راسره وکړي. این در حال است که باشندگان بسیاری از ولسوالی های هلمند در سالهای اخیر با کمبود آب روبرو شدند و از امارات اسلامی میخواهند که به این مشکل رسیدگی کند.